در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. یک مهاجم انتحاری در کابل رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات را هدف قرار داد. نظر بر ویدیوی تازه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و اظهارات او در مورد حکومت افغانستان و نمایشگاه عکس از زنان امروز در کابل روی مسئله مبارزه با خشونت علیه زنان متمرکز بود. وقوع یک حمله انتحاری در کابل، وقوع تهاجم مسلحانه بر یک کلینیک در ایالت کلرادو ایالات متحده، نظریات شش والی در مورد مشکلات در شش ولایت افغانستان و اظهارات مقامات ترکی و روسی در مورد واقعه سقوط طیاره روسی در آن منطقه در زمره چند خبر و گزارشی است که شرح آن را در این برنامه خواهید شنید. با سلام با شما بیننده تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز شنبه 28 ماه نوامبر سال 2015 می باشد. لینا روزبه هستم و برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنم. سرنوشت 18 نفری که بیشترشان نظامیان و هفته گذشته بعد از سقوط هلیکوپترشان در شمال افغانستان از سوی طالبان اسیر شدند هنوز معلوم نیست. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب محلی که این رویداد واقع شد چندین عملیات را انجام دادند، ولی تاکنون در مورد رهایی یا دریافت آنان هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. مقامات افغان گفتند که یک هلیکوپتر مربوط به یک شرکت شخصی این انتقال منصوبین نظامی بر روز سه‌شنبه هفته قبل در ولسوالی که تحت کنترل طالبان است نشست اضطراری کرده بود. با گفته این مقامات طالبان 16 سرباز افغان و 2 شهروند خارجی را در این رویداد اسیر گرفتند و در نتیجه زد و خورد میان سرنشینان هلیکوپتر با طالبان 2 سرباز افغان و 1 خارجی دیگر کشته شدند. اما یک سخنگوی طالبان ادعا می کند که گرویانان هلیکوپتر یاد شده را سقوط داده است و 15 سرباز اردوی ملی را اسیر گرفته و 5 تن دیگر در نتیجه سقوط جان باختند. سخنگوی طالبان از موجودیت خارجی ها در میان اسیران چیزی نگفته است. صبح امروز شنبه یک مهاجم انتحاری با انفجار مواد منفجره همراهش در سایه کارت نو شهر کابل یک نفر را کشته و حداقل 5 غیر نظامی دیگر را که اکثرشان زنان هستند مجروح ساخته است. این فرد مهاجم خود را زمان منفجر ساخت که موتر حامل عبدالرحمن رودوال رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از این ساحه در حال عبور بود و در نتیجه این حمله انتحاری راننده ی آقای وردمال کشته و یک تن از محافظین او مجروح شدند، ولی به وی آسیبی نرسیده است. آقای رودوال میگوید که هدف این حمله انتحاری شخص وی بوده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این واقعه را بر دوش نگرفته است. باز هم در رابطه با افغانستان، بعد از 40 سال جنگ یکی از جنگسالاران مخوف افغانستان که در فهرست دهشت‌افگنان جهانی در ایالات متحده نیز ثبت شده است میخواهد دوباره در صحنه سیاسی افغانستان حضور یابد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ویدیوی تازه‌اش که با آژانس خبری اسوسییتد پرس ارسال شده است ادعا میکند که خواهان صلح واقعی در افغانستان است. یکی از شرایط حکمتیار خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان و انتخابات جدید در سال 2016 می باشد. صلح زمان می تواند تامین شود و جنگ وقت پایان یافته می تواند که اشغال خاتمه یابد. نیروهای خارجی بیرون شوند و با مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت و ساختار نظام و حکومت به انتخاب خودشان داده شود. حکمتیار در نوار ویدیویی که در هفته جاری به آژانس خبری اسوسییتد پرس ارسال داشته است، حکومت وحدت ملی افغانستان را به باد انتقاد گرفت. حکومت وحدت ملی فقط یک نام است، نه یک حکومت با صلاحیت. اختیار حکومت وحدت ملی به دست سفیر آمریکا در کابل و نزد قماندانان نیروهای ناتو است. در حقیقت وزارت دفاع ما یک پنتاگون و ارگ ریاست جمهوری یک قصر سفیر کوچک است. حکمتیار زندگی پرماجرای داشته است. در دوران تحصیل به اسید پاشی بر صورت زنانی که حجاب نداشتند مشهور بود. در دوران جهاد
ابتدا علیه شوروی سابق می جنگید و میلیون ها دلار را برای این جنگ از واشنگتن دریافت کرد. بعد چهره بدل کرده با طالبان درگیر شد و در زمان حکومت مجاهدین و جنگ های داخلی جنگجویان حزب اسلامی هزاران نفر را کشته و کابل را به راکت بستند. حضور نیروهای خارجی را در کشور خود نمیپذیرم و برای بیرون راندنشان با تمام قدرت مبارزه میکنم. مبارزه سیاسی، فکری و نظامی. تحلیلگران میگویند حکمتیار دیگر قادر به داشتن نیروهای جنگی نیست، زیرا بیشتر جنگجویان گروه او به طالبان و یا گروه دولت اسلامی پیوستند. آخرین باری که یک حمله به حکمتیار نسبت داده شد در سال 2013 در مرکز شهر کابل بود که طی آن 15 نفر به شمول 6 سرباز آمریکایی کشته شد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. تبریک دیدید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با ارسال ویدیویی با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داده و شرط صلح را خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان خوانده است. این در حالی است که حکمتیار یکی از جنگ سالاران است که طبق گزارش اسوسییتد پرس به تخطیهای مختلف از حقوق بشر نیز متهم است. دلیل نشر این ویدیو و این پیام موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در کابل است. محترم آقای بشیر بیژن، تحلیلگر امور سیاسی با ما هستند. آقای بیژن سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه. ابتدا شما دلیل نشر ویدیو را از جانب آقای حکمتیار در وضعیت و حالات کنونی در چه می‌بینید؟ سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. با آنکه این آقا موره اکسپایر شده محسوب میشه در معادلات استخبارات منطقه، مخصوصا استخبارات نامطلوب ایران و استخبارات خوناشام پاکستان، اما هنوز از انجرش امو اهداف شوم پاکستان و ایران مطرح میشه. شاید به دلیل کسب مجدد جایگاه باشه، چرا با برآمدن طالب، یعنی با ایجاد طالب و در حال حاضر با ایجاد گروه بسیار خطرناک تروریستی داعش، دیگه بساط آقای حکمتیار در معادلات استخباراتی استخبارات پاکستان و ایران و شاید هم برخی از آدرس‌های دیگه برداشته شده. ولی تلاش خواهد کردی، اگر امر طبیعی است، تلاش میکنه برای کسب حداقل جایگاهی که بتانه بر ادامه حیاتش بینجامه. بله. ولی من فکر میکنم دلچسب نیست. آقای حکمتیار در حال حاضر در موقعیت قرار نداره که در نزد مردم افغانستان و یا در نزد استخبارات منطقه یا فرامنطقه کوچکترین از کوچکترین دلچسبی. خب بالعکس گروه طالبان که از فهرست دهشت‌افکنان ایالات متحده زمان حذف شد، حکمتیار هنوز در فهرست ترورستان از جانب ایالات متحده قرار داره، ولی خود را به نظر میرسه که بخش از فرمول مذاکره و مصالحه حکومت افغانستان با طالبان میبینه. فکر میکنید که حکومت افغانستان در پروسه مصالحه با طالبان آقای حکمتیار را هم شامل میسازه یا خیر؟ خب در این شکل وجود نداره که در داخل نظام و در ماحول نظام حلقات و اشخاصی وجود دارن که تلاش بکنن برای فرصت سازی برای همچو آدرس های از مد رفته. اما مهمترین بس این است که آقای حکمتیار ناقض حقوق بشر است و بالای 100,000 کابلی مظلوم و بیچاره به دستور ازی به خاک و خون کشانیده شده. خیلی از خانواده ها است که به شمول آقای حکمتیار همه ناقضین بشر که بی جهت عامل کشتار مردم افغانستان شده، اونا باید محاکمه شوه. اما حساسیت ها در خصوص آقای حکمتیار تنها در کابل و نزد کابلیان نجیب نی، در سطح افغانستان ما
متبارزتر از هر آدرس دیگه به نظر میرسه. خب تبریک شما گفتین با حضور داعش در منطقه نتانیاها حکمتیار بلکه طالبان هم تحت شعای حضوری گروه قرار گرفتن و به نوع مشروعیت یا زمان مجوز تاثیرگذاریشان در منطقه رو به خاتمه نهاده. ولی به نظر شما در یک پروسه صلح همشمول اگر به این گروهک ها هرچند هم که کوچک و بی ارزش باشند در منطقه رسیدگی صورت نگیره، فکر میکنین صلح و ثبات طویل مدت در افغانستان ممکن خواهد بود یا خیر؟ نه، ما که به صلح نمیرسیم. مشکل ما این گروه های بدنام و مزدور نیست، مشکل ما در عدم اراده شفاف و صادقانه مسئولان حکومت در طی 14 سال بوده. ما راه های رسیدن به صلح مثل آفتاب نمایان است. نه دیروز رئیس جمهور کرزی به او را گام گذاشت و نه امروز آقایان غنی و عبدالله به او را گام میگذاره. بله. شاید اثبات این مسئله همین گونه باشه که من خدمت شما گفتم که اراده صادق برای رسیدن به صلح وجود نداره، ورنه مانع برای رسیدن به صلح افغانستان حلقات مزدور منطقا نمیتونه باشه. بله، ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه آقای بیژن و شرح و تفصیلی را که در قبالی موضوع را دادین. تشکر از شما. در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا نظر شما را در مورد این ویدیوی تازه گلبدین حکمتی خواسته بودیم و اینکه دلیل او برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان چی میتواند باشد. اعضای صفحه اینگونه نظریات خود را در مورد با ما در میان گذاشتند. آقای داوودشاه تنها از پروان نوشته است: در افغانستان افرادی که انسانها را کشته باشند نباید دوباره بازگردند. آقای شمس‌الله پتیال از کابل نوشته است: اکثر این گروه ها علیه نظام افغانستان مصروف مبارزه اند و هدف حکمتیار نیز مبارزه بر ضد افغانستان می باشد. با سپاس از اعضای صفحه که روز نظرات خود را در مورد موضوعات مختلف روز با ما در میان می گذارند. اگر شما نیز خواهان تشریک نظر با ما هستید، به این آدرس رجوع کنید، عضو شوید و نظر بدهید: facebook.com/voatvashna. شما می توانید همچنان اخبار روز را به زبان پشتو در صفحه اختصاصی دیگر صدای آمریکا در فیسبوک مطالعه کنید و از آن طریق نیز نظرات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس این صفحه از این قرار است: facebook.com/voapashto. بنابراین باز هم با اخبار مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. در حالی که حکومت افغانستان کار والیان را در ولایات مختلف تحت بررسی قرار داده است، 6 تن از والیان ولایت هرات، نیمروز، بامیان، پروان، کاپیسا و بغلان امروز با اعضای کابینه به این دلیل ملاقات کردند. این والیان که امروز در یک نشست خبری نیز حضور یافتند می گویند که آنان مشکلاتشان را در بخش‌های حکومتداری و توسعه و بازسازی و امنیت با شورای وزیران مطرح ساختند و شورای وزیران نیز به حل مشکلات ولایت‌ها متحد شده است. وضعیت بد جاده‌ها، مکاتب، عدم موجودیت برق و میدان‌های هوایی برخی از مشکلات ذکر شده است که این گروه با حکومت در مورد صحبت کردند و در گذشته عدم هماهنگی ارتباط میان ولایات با حکومت مرکزی را علت مشکلات در انکشاف ولایات خود خواندند. امیدوار هستیم که از این طریق انشاءالله رسیدگی بهتر و خوبتر صورت میگیرد و نارسایی ها و خلاها و نواقصی که در گذشته ها وجود داشت انشاءالله او رفع میشه. افزایش نیروهای امنیتی به ویژه پلیس و فراهم آوردن زمینه کار برای جوانان در زمره مهمترین خواست این والیان در نشست شورای وزیران بود. باز هم از افغانستان، گروهی از فعالان جامعه مدنی، استادان پوهنتون و مؤسسین هشدار می‌دهند که حکومت با به تعلیق درآوردن وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور اصل حاکمیت قانون را قربانی مصلحت‌های سیاسی کرده است. آنها می‌گویند که افراد و چهره‌های قدرتمندی که در امضای شهرک هوشمند دخیل بودند هنوز هم آزاد هستند و اکنون اصل حاکمیت قانون و برابر شهروندی ایجاب می‌کند تا حکومت به دور از تبعیض درباره آنها نیز اقدام مشابه را انجام بدهد. افراد و چهره‌های به مراتب کلیدی‌تر و مؤثرتر از جناب مشاور حقوقی در این ماجرا دخیل بودند. اصل حاکمیت قانون و برابری حقوق شهروندی که در قانون اساسی تشریح شده
و اصل مکلفیت دینی و قانونی آقای رئیس جمهور برای حفاظت از قانون اساسی ایجاب میکند که بدور از هر نوع نابرابری و تبعیض در مورد رسیدگی به این ماجرا اقدام صورت بگیرد. چرا افراد دیگری که در این قضایا دخیل بودند مورد تعقیب و پیگرد قرار نمیگیرند؟ اینجاست که اصل حاکمیت قانون قربانی اصل مصلحت های سیاسی می شود. فعالان جامعه مدنی از رئیس جمهور می خواهند تا روشن سازد که آیا این قرارداد به گونه خودسرانه امضا می شد و یا حکومت در جریان این کار قرار داشت. برمیگردیم به اخبار جهان. رئیس جمهور ترکیه بر روز شنبه به خبرنگاران گفته است که از حادثه سقوط دادن جت روسی توسط نیروهای ترکیه معذرت نمیخواهد و از اقدامات روسیه در سوریه نیز انتقاد کرده است. او گفت باید ترکیه و روسیه هر دو به این واقعه رسیدگی کنند و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده در حاشیه نشست روی اقلیم جهان در پاریس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات میکند. از جانب دیگر روسیه در واکنش به سقوط تیارش توسط ترکیه برای وضع تضییرات اقتصادی علیه ترکیه آمادگی می‌گیرد و حملات هوایی در امتداد مرز سوریه با ترکیه را نیز تشدید بخشیده است. شرح بیشترین تحولات در این گزارش. روسیه افزایش بررسی واردات ترکیه را به حیث بخش از تضییرات بزرگ علیه انقره می‌داند که شامل تعلیق سفر با ویزای آزاد به ترکیه نیز می‌باشد. سالانه میلیون ها روس از ترکیه دیدن می کنند. صدمه آن قابل ملاحظه خواهد بود. شماری از پروژه های اقتصادی و سیاسی معطل قرار داده خواهد شد و شاید هم لغو شوند. نیروی نظامی روسیه در پاسخ به سقوط تیاران کشور حملات هوایی را بالای شورشیان سوری در امتداد مرز با ترکیه تشدید کرده و راکت های پیشرفته را در سوریه جابجا کرده است. تنش بین روسیه و ترکیه تلاش ها جهت تشکیل یک ائتلاف وسیع‌تر علیه گروه دولت اسلامی را پیچیده تر کرده است. گرچه روی یک سلسله هماهنگی ها توافق صورت گرفت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت آماده است که با ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی همکاری کند، ولی بیشتر آگاهان آن را به دیده شک می نگرند. در عمل ما شاهد وضعیتی خواهیم بود که دو ائتلاف علیه عین دشمن خواهد جنگید، ولی حداقل ما به هماهنگی بسیار نزدیک این دو ائتلاف به خاطر جلوگیری از این نوع تصادمات خطرناک نیاز داریم و البته به خاطر این هم که برای اهداف غلط حمله نشود. با وجود ادعای روسیه مبنی بر این که دهشت افغانان را هدف قرار می‌دهد، بیشتر اهداف آن گروه دولت اسلامی نه بلکه مخالفین دیگر رژیم بشار الاسد میباشد. ولی کارشناسان سیاسی میگویند هدف عمده روسیه در سوریه این است تا خود را برای مذاکرات به سطح بزرگتر آماده کند. و این نظم جهانی در حل مشکل اوکراین کمک خواهد کرد. رفع تضییرات علیه روسیه را کمک خواهد کرد. در واقع نظم جهانی علت مهم مداخله روسیه در سوریه دانسته می شود. البته که باقی نگه داشتن اسد در قدرت مهم است، ولی ائتلاف وسیع‌تر ممکن از آن هم مهمتر پنداشته شود. اتحاد روسیه با حکومت سوریه به روسیه کمک خواهد کرد که بار دیگر به صحنه جهانی وارد شود، ولی مانع عمده برای مشارکت روسیه در ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی نیز می باشد. با گزارش از ایالات متحده توجه کنید، حمله بر یک کلینیک رهنمای خانواده در شهر کالورادو سپرینگز ایالت کالورادو با کشته شدن 3 تن که شامل یک پلیس و 2 فرد ملکی می شود پایان یافت. ولی مقامات پلیس گفتند که شخص مظنون را دستگیر کردند و با وجود آن انگیزه این حمله تا کنون مشخص نشده است، ولی تحقیقات و جستجو برای یافتن مواد منفجره ممکن در محل همچنان جریان دارد. شرح بیشترین واقعه در گزارش از همکارم. حمله بر این مرکز صحی که یک کلینیک رهنمای خانواده می باشد، پس از 5 ساعت مقاومت و بالاخره تسلیم شدن رابرت لوئیس دیر، مرد 57 ساله‌ای که مظنون در این حمله می باشد، ناوقت روز گذشته به پایان رسید. با گفته مقامات شخص مظنون را با یک بکس که مملو از اشیای مختلف خطرناک می باشد دستگیر کردند و تحقیقات در مورد جریان دارد. تحقیقات در این مورد ممکن ساعتها و حتی روزها طول بکشد. در حمله دیروز یک پلیس و 2 فرد ملکی کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند.
بر موترم سوار شدم و کوشش کردم تا از ساحه خارج شوم، اما او به طرف من نزدیک شد و بر من فایر کرد. برای 5 یا 10 ثانیه به او نگاه کردم تا چهره اش را به یاد داشته باشم. با وجود آن که به کارمندان و بیماران این کلینیک که در آن سقط جنین هم اجرا می شود آسیب نرسیده است، اما هویت تمامی قربانیان و انگیزه این کار تا هنوز مشخص نشده است. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه را باز هم با گزارش مرتبط به ایالات متحده ادامه می دهم. اعتراض ها در شهر شیکاگو رو به تشدید نهاده است، در حالی که فعالین مدنی و مردم روی آنچه کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست خوانده شد خشمگینند. این واقعه یک سال قبل در این شهر رخ داد و پلیس متهم به قتل این نوجوان اکنون در توقیف به سر می برد، ولی توقیف او باعث کاهش مظاهرات نگردید. و روز جمعه مظاهره کنندگان سرک هایی را که به دکان ها و بازارها منتهی می شد در یکی از مصروف ترین روزهای خریداری آخر سال که به نام جمعه سیاه نامیده می شود با نهادن موانع مسدود کردند. این اعتراضات بعد از نشر ویدیوی چگونگی قتل این نوجوان توسط پلیس آغاز شد که 3 روز قبل به نشر رسیده است. این ویدیو از موتر پلیس فیلم برداری شد و طبق اظهارات پلیس این نوجوان با حرکات ترسناک در حالی که نشانه هایی از استفاده از مواد نشه‌آور در او پدیدار بود باعث شد تا پلیس بر وی شلیک کند. امروز شنبه ده ها هزار شیعه مذهب در عراق برای رفتن به کربلا جهت انجام مراسم اربعین سفر را به سمت این شهر پیاده آغاز کردند. تدابیر امنیتی شدید برای این مراسم مذهبی از سرتاسر عراق به سمت این شهر اتخاذ شده است. اربعین چهلم و آخرین روز مراسم سوگواری ماه محرم می باشد که در آن از شهادت امام حسین نواسه حضرت محمد صلی الله یاد بود به عمل می آید. این مراسم در حال برگزار می گردد که تندروان مکررن مراسم مذهبی شیعه مذهبان را در عراق مورد هدف قرار می دهند. امروز شنبه در یک عبادتگاه در یوگاندا تعداد کثیری برای مراسم مذهبی که توسط پاپ فرانسیس رهبری می شد جمع شده بودند. پاپ فرانسیس در سفرش به افریقا قرار است از چندین کشور بازدید به عمل آورد و بعد از ختم سفرش به کینیا به یوگاندا رسیده است و انتظار می رود که به روز یک شنبه از جمهوری افریقای مرکزی نیز بازدید به عمل آورد. پاپ در یوگاندا با جوانان محل و رهبران مذهبی محلی ملاقات کرد و بیان داشت که پیام او به آنها جایگزین ساختن مهر و محبت به جای خصومت در سایه آموخته های مذهبی می باشد. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. و طول و چارو که در آمریکا غد در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسرسی لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا آشنای شما. امروز در کابل نمایشگاه عکس های روی موضوع محو خشونت علیه زنان در حال برگزار شد که وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش بیش از 7% در خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته خبر می دهند. در این نمایشگاه 3 قطعه عکس یک عکاس ایرانی به نمایش گذاشته شده است که خشونت علیه زنان در افغانستان را با تصویر کشیده است. شقایق مرادیان نژاد عکاس ایرانی به تلویزیون آشنا گفت که بسیاری از این عکس ها را در زندان هرات گرفته است و می خواهد با نمایش این عکس ها به ختم حالت کنونی خشونت علیه زنان در افغانستان کمک کند. این نمایشگاه 2 روزه به همکاری بنیاد حقوق بشر و فرهنگی آرمان شهر برگزار شده است و در این حال شماری از بازدید کنندگان این نمایشگاه می گویند که مسئله خشونت علیه زنان در افغانستان یک مسئله جدی است و باید همچون نمایشگاه ها بیشتر در اماکن عامه دایر شود. زیادی از دانشجویان اینجا آقایون هستن، متوجه هستم که میان عکس‌ها رو می‌بینن، نظر میدن و همینقدر که آگاهی قشر جوان بالاتر بره به در اثر کاری که انجام میدن، آزار روحی که خانوما می‌بینن، آزار جسمی که خانوما می‌بینن، می‌خوام این دید تغییر پیدا بکنه. همچنان یک تن از بازدید کنندگان نظر خود را روی اهمیت تدویر نمایشگاه های از این نوع برای محو مسئله خشونت علیه زنان در افغانستان چنین ابراز داشت.
فکر میکنیم عکس میتونه تاثیر بگذاره به مردم، کمک بکنه که وقتی در واقعه مشابه قرار میگیرن، مثلا عکس یک زن که خودسوزی کرده رو شما رو در نظر بگیریم، مردم وقتی رو میبینن از طریق عکس یاد میگیرن که یک دلیلی باعث شده که آدم خودو بسوزونه. وقتی با مورد مشابه روبرو شون میتونن کمک بکنن که از این اتفاقات جلوگیری شون. مسئولین تدویر نمایشگاه بیان می‌دارند که خواهان آنند که روز پدیده خشونت علیه زنان در افغانستان کاملا محو گردد. میزان حاملگی دختران نوجوان در کینیا بلند است و یک سروی اخیر که از سوی حکومت آن کشور صورت گرفت نشان می‌دهد که 18% بانوان بین سنین 15 تا 19 سال یا ولادت کردند و یا حامله هستند. اخیراً یک طرح ابتکاری در شهر نایروبی نزدیک به پایتخت کینیا و مادران نوجوان فرصت می‌بخشد تا با استفاده از یک فرصت دیگر تحصیلات خود را تکمیل کنند. در نایری 100 کیلومتر دورتر از نایروبی پایتخت کینیا صبح وقت است. امروز سینتیا وریمو 17 ساله به سوی مکتب روان است. صنف هشتم است و امتحانات نهایی او یک ماه بعد خواهد بود. در ماه گذشته دخترش یونس به دنیا آمد. امید من تعیین آیندم و برای رسیدن به اهدافم می باشد. به طوری که بتوانم یک فرد بهتر، جدیتر بوده و در آینده بتوانم فرد قابل احترام باشم. سینتیا بخشی از برنامه پیک می اپ یا مرا انتخاب کن است که 2 سال قبل آغاز شد و با بیش از 100 تن از مادران نوجوان در کینیا کمک کرد تا مکتب را تمام کنند. دولت و سازمان ملل متحد می گویند در هر سال 13,000 دختران در کینیا مکتب را قبل از فراغت به دلیل بارداری و حمل ترک می کنند. فقدان آموزش و دسترسی کم یا هیچ برای پیشگیری از بارداری باعث بلند رفتن سطح حمل در میان نوجوانان شده است. مسئول راهنمای مادران نوجوان میگوید بسیاری از آنها با فقر و تنگدستی روبرو اند. جذب مادران نوجوان بزرگترین آزمون است، زیرا آنها حراس دارند که بیرون آیند و کمک یا مشوره را برای بازگشت به مکتب جستجو کنند. دوم این که آنها فقیرند و به دست آوردن منابع برای بازگشت به مکتب بر آنها مشکل است. پیک می اپ یا مرا انتخاب کن از سوی اعضای آن تمویل می شود که ماهانه $10 کمک می کنند. دولت هنوز آموزش جنسی در مکتب معرفی نکرده است. این ابتکار به منظور توانمندسازی دختران مکتب روی دست گرفته شده، به طوری که ما بتوانیم قادر به پر کردن خلاهای شویم که این جهان را جای بهتری برای زندگی بسازیم. اتمام مکتب ظرفیت خودکفایی آینده یک دختر است که می تواند به معنای یک زندگی بهتر برای خودش و فرزندانش باشد. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. بینندگان محترم، نظریات شما در هر چه بهتر ساختن محتوای برنامه‌های رادیو و تلویزیون آشنا بی نهایت مؤثر است. شما می توانید با رجوع به صفحات فیسبوک رادیو و تلویزیون آشنا در بخش‌های دری و پشتون نظریات خود را هر روز در مورد محتوای برنامه‌ها و گزارش‌ها با ما در میان بگذارید و ما را از برداشت خود در قبال برنامه‌ها آگاه سازید. شما همچنین می توانید از طریق صفحه اینترنتی ما اخبار مربوط به افغانستان و جهان و تحلیل‌های مرتبط را هر ساعت و به شکل تازه دریافت دارید. البته امیدوارم عضویت در این صفحات را فراموش نکنید. تعقیب برنامه را در نیم ساعت بعدی به زبان پشتو و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را که بعد از ختم برنامه ما آغاز می گردد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، حقوق بشر، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
کابل کې د وروستي بری جزئیات څېړو. په اړه یې د پوره رپورټ لیدل مه هېروئ. د والیانو او د کابینې د غړو ترمنځ پر کومو مهمو مسلو خبرې وشوې او د مرکزي حکومت څخه یې غوښتنې څه وې؟ دا پوښتنې به د یو ځانګړي رپورټ په ترڅ کې ځواب شي. او په آخر کې په هند کې د مسلمانانو د شورا پر نویو پریکړو هم رڼا اچوو. په پایل کې به په کابل کې د وروستي برید جزئیات راوسپړو. د حکومت د مخالف مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې هم در وړاندې کوو. په نړیوالو پیښو کې به د امریکا د کالوراډو په ایالت کې د پرونی برید تازه انکشافات هم در سره شریکو. نور سیمه ایز هم نړیوال رپورټونه هم شته. نو دا تاسو او دا هم د امریکا غږ پښتو خبری خپرونه. قدرمنو دوستانو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن شنبه ده، د 1994 لمریز کال د لندۍ اوومه. زه ستاسو کوربنه ښایسته سعادت لامې ستاسو په خدمت کې د خپرونې لومړی مطلب رااخلم. افغان چارواکي د هغو 13 کسانو د سرنوشت په اړه چې ډیره یې د ملي اردو عسکر دي او تیره هفته په فاریاب کې د هغوی د چورلکې له بیړنۍ ناستې وروسته طالبانو اسیران کړل، معلومات نه لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت د پښتون کوټ په ولسوالۍ کې چیرته چې دغه پیښه شوې یو لړ عملیات ترسره کړي، خو د پرمختګ په اړه یې څه ونه ویل. د فاریاب ولایت چارواکي، قومي مخور او د مدني ټولنې غړي په غیر مستقیم ډول له طالبانو سره په تماس کې دي چې دغه کسان را خوشي کړي، خو دوی وایي چې طالبانو لا تر اوسه د دوی د خوشي کولو په بدل کې کومه غوښتنه هم نه ده کړې. د مالدیویا د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې په فاریاب کې لویدلې هلیکوپتر د دغه هیواد په یوه خصوصي شرکت پورې تړاو درلود او دوه پیلوټان او یو د پرواز انجینیر یې د دغه هیواد اوسیدونکي دي. د جمعې په ورځ طالبانو یوه ویډیو خپره کړه چې پکې یو شمیر عسکر چې مخونه یې یو څه سوځېدلي وو وښودل شول. نن سهار د کابل د سید نور محمد شاه مینې د لومړي سړک په څلورمه کوڅه کې یوه ځانمرګي برید کوونکي ځان پورې تړلي چاودیدونکي ټوکې وچول چې له امله یې یو تن ووژل شو او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې له ځای څخه د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان ویلي دي چې برید کوونکی چې پیاده روان و د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یو چارواکي اول رحمان روډوال موټر یې په نښه کړی و چې له امله یې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. اول رحمان روډوال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د برید هدف دای و، خو د برید په وخت په موټر کې نه و. کاغلی روډوال ویل چې په برید کې د ډرایور وژل شوی او یو بل ساتونکی هم ټپي شوی دی. د دې ترڅنګ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل دی، په جنگ کې له 40 کلونو څخه د زیاتې مودې له تیرولو وروسته اوس غواړي چې د جنگ له سیوري راووزي. دغه د دغې پریکړې د احتمالي اغیزو په اړه به دغه رپورټ سره په ګډه وګورو. ګلبدین حکمتیار چې اوس له 60 کلونو نه زیات عمر لري وایي چې یو رښتینی او سمه سوله غواړي. خو له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو وتل او په 2014 کال کې نوې ټاکنې د هغه لخوا نه هغه شرایط دي چې ښایي د کابل حکومت پرې غور ونه کړي. د حکمتیار دغه خبرې د هغه لخوا نه هغه هڅه څرګندوي چې غواړي د افغانستان په سیاست کې خپل نفوذ څرګند کړي. سوله یوازې هغه مهال راتلی شي او جګړه پای ته رسیدلی شي چې اشغال پای ته ورسیږي، بهرني ځواکونه ووځي او افغان لسته دا حق ورکړی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي او د خپلې خوښې حکومت او نظام جوړ کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس په تیره اونۍ کې د حکمتیار یو ملګري لخوا نه یوه ویډیو ترلاسه کړه چې د حکمتیار په پټنځي کې ثبت شوې ده. داسې اټکل کیږي چې دا د پاکستان په یو ځای کې ثبت شوې وي، خو د هغه ملګری وایي چې د حزب اسلامي دغه مشر په افغانستان کې دی. د هغه یو ملګري وویل چې د دې کال په سر کې حکمتیار یو استازی کابل ته ولیږه چې له لوړ پوړو افغان چارواکو سره وویني او د یو منځګړي په توګه خپل خدمات وړاندې کړي. حکمتیار د بین الافغاني ډیالوګ په اړه خبرې کوي چې هدف یې له هغو نه د پاکستان له منځه ایستل دي چې د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ یې د سولې د خبرو منځګړیتوب او قربتوب کړی دی. هغه وویل چې که امریکا او د کابل حکومت غواړي
نو دای یوازنی لاره ده. ملی وحدت حکومت هسی یو تش نوم ده. نه یو واکمر حکومت. واکه په کابل کې د امریکا له سفیر او د ناټو ځواکونو له قمندان سره ده. په حقیقت کې زموږ دفاع وزارت یو کوچنی پنتاګون دی او ارګ یو وړه سپینه ماړی. حکمتیار وویل چې په خپل هیواد کې د بهرني پوځونو شتون نه مني او زیاته کړه چې د هغوی تر وتلو پورې به خپلې جګړې او مبارزې ته دوام ورکړي. په خپل هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتون نه منو. د ایستلو لپاره یې په ټول توان طاقت مبارزه کوو، هم سیاسي، هم فکري او هم نظامي مبارزه. زه په خپل هیواد کې وم، یم او وم به. هغه مهال چې بهرني ځواکونه وځي نو ما به انشاءالله په کابل کې وګورم. د امنیتي چارو شنونکی علي محمد علي وای چې د افغانستان خلک او حکومت به هیڅکله د هغه وړاندیزونه ونه مني، ځکه چې هغه خپل ادبار لاسه ورکړی. اوست خبرونې د بحث موضوع تر ازو ده چې د سولې د پاره د سیاسي شخصیتونو مسؤلیت څه دی او دوی په دې ډګر کې د زیار د پاره څه کولی شي او تر اوسه یې څه کړي دي. د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت مرستیال ننګیالی قلاتوال صاحب موږ سره میلمه شوی دی چې ورباندې رڼا واچوي. قلاتوال صاحب ډیره زیاته مننه کوو. ښه راغلاست. ډیره مننه قلاتوال صاحب. د پښتونخوا مشران چې افغانستان ته یې سفر کړی دی، دوی وایي چې د سولې د پاره هڅې هغه وخت نتیجه ورکوي چې شوی ژمنې تعقیب شي. تاسې اول که د دې مشرانو د سفر په ارزښت یو څه رڼا واچوئ صاحب، مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب په پیل کې سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. مننه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله چې د پښتونخوا څخه هغه پلاوی چې راغلی و، موخه یې دا وه چې د ملي مشر فرهنګي شخصیت افضل لاله په مراسمو کې ګډون کوي او په څنګ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت یوه د افضل لاله د یاد غونډه جوړه شوله چې موخه یې دا وه چې موږ د خپلو مشرانو یادونه وکړو او تل د هغو د کارنامو څخه مثبته ګټه واخلو، چې په څنګ کې دغه پلاوی د جلالت مآب رئیس جمهور زموږ د ملي مشرانو سره، علماو سره، ځوانانو سره او د هیواد مختلفو برخو مسؤلینو سره وکتل. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې تر هر څه مخکې هغه که د لر پښتانه دي که د بر پښتانه دي، هغه سولې ته اړتیا لري او د نورو موضوعاتو تر څنګ هغه مشران چې د پښتونخوا څخه راغلي دي او کوم مسؤلینو سره چې دوی ده او کاته درلود، د سولې په ارزښت څنګه کولی شو سوله تامین کړو، دولت باید څه وکړي او د مشران چې راغلي دي دوی دی باید هغه کوم د محمد افضل خان لالا یو ډیره مشهوره وینا دا و چې ویلی تر څو چې پښتانه سره یو ځای نشي دوی خپل ستونزه نشي حل کولای. خو د رپورټونو پر بنسټ ګورو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، د خلکو په زړونو کې کرکې ځای نیولی، په توندلارو ډلو کې د ځوانانو جلب و جذب همدې سیمو کې د پولو په سیمو کې اوج ته رسېدلی، یعنی حالات ورځ تر بلې مخ په ویجاړېدو دي. آیا دا ټول له یوه اړخه د سیاسي مشرانو او شخصیتونو ناکامی نه ښایي ستاسو په نظر؟ زه فکر کوم چې ناکامی نه به تیر شو، دا به وچو حداقل دغه کوم روابط چې د لارو بر د مشرانو لخوا یا د دولت د مسؤلینو لخوا دغه روابط یو څه کمرنګه شوي ول، ولی اوس دولت او هغه زموږ مشران چې د پښتونخوا مشران دي حداقل موږ په دې باندې کار کوو چې خپل روابط بیرته سره په هغه شکل چې باید لازم وي هغه روابط بیرته موږ سره ټینګ کړو، چې خوشبختانه په دې اړه ډیر مثبت ګامونه اخیستل شوي دي، امیدواریانې ډیرې زیاتې شوي دي، هیلې مو زیاتې شوي دي، تر څو چې هغه کوم سوء تفاهمات چې ول هغه وړې ستونزې چې وې هغه بیرته هغه ستونزې سره حل کړو. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې دغه روابط
بیکت سره ټینکو بله قلاتوال سه پښتونخوا ستونزه ده کڅه د کابل ستونزه ده بله تاسو وړي ستونزه وي کابل ته د راغلي هيئت یو غړي خاغلی شیرپا ول چې اوسنۍ سفر هم د افغانستان پاکستان ترمنځ موجودو غلط فهمي او د لری کول د پاره کړی آیا فکر کوي چې دا غلط فهمي لا تاریخي اړخه کوته وګورو او هم اوسنۍ توتريخوال ته چوګورو دومره کم کوي اوسې چې دوی د یو سفر او یا هم وایا پکراتو کراتو د سفرونو پترنس کې لمنځه یوړل شي زه فکر کوم چې موږ به په سیاسي برخه باندې چې هغه د دوه هیوادونو ترمنځ یې پغه به ځنه غږیږم زه صرف په دې غږیږم چې دغه کوم پلاوی چې راغلی دی زموږ اخیستنه زموږ برداشت دا دی چې څومره چې موږ وکړی شو چې دغه سیناستې ولرو څومره چې کولی شو چې هغه مشترکې ستونزې چې موږ لرو اغه کڅه د پولی اخوته دی یا دی اخوته دی موږ په دغه موضوعاتو باندې دوی سره ډیر تفصيلي بحثونه درلودل او اغه کومې ژمنې کومې وادي چې دغه مشران وکړلې چې هغه به دوی د پاکستان په دولت یا د پاکستان په حکومت په فشار راوړي ترڅو چې کومې ستونزې چې موږ لرو موږ وکړې شو دغه ستونزې د حل لارې پیدا کو ما ویل چې دغه ستونزې ایوازې د کابل ستونزې نه بلکې د لارو بر پښتانه بله. یا د پښتونخوا په مجموع کې د ټولو ګډ ستونزې ده بله د سیاسي او فرهنګي شخصیت محمد افزن خان لالا په یاد غونډې به خبرې وکړي د هغه په اړه کته سو وایست او دا چې اوسنی سیاسي شخصیتونه د هغه د ژوند هغه څو ځلې افغانستان ته سفر کړی وو او د هغه د هڅو څخه څه ډول پندونه اخیستلی شي مننه لکه څنګه چې په غونډه کې هم په دې باندې بحث وشو یادونه وشوله او ملي مشر د پخوانی ولسمشر جناب کرزی صاحب هم د دوی په کارنامو باندې د دوی په سفرونو باندې د دوی په مثبت فکر چې د افغانستان په اړه درلودي په باندې بحث وشول همدغه راز له پښتونخوا څخه چې کوم میلمانه راغلی ول خاغلی اسفندیار خټک په د باندې په جزئیاتو باندې خبرې وکړي دغه په کارنامو باندې خبرې وکړي دغه په شخصیت باندې خبرې وکړي دغه په هغه مبارزو باندې خبرې وکړي چې واقعا دا د هر افغان لپاره د افتخار ځای دی او موږ هڅه مون دغه دی د سرحدونو قبایلو چارو وزارت هڅه دغه دی چې موږ د خپل ملي شخصیتونو لکه افضل خان لالا د شخصیت په اړه مفصل بحث وشول او موږ په دې باندې کار کوو چې موږ راتلونکي کې د دې په شخصیت باندې سیمینارونه داسې جوړ کړو تر هغه چې خلکو ته باید دا وښودل شي چې افغانستان هم په هر لحاظ هم د مادي هم د معنوي په لحاظ باندې داسې کادرونه درلودل چې د ځوان نسل لپاره د غوډ مبارزونه دوی لازم زده کړي ننګیالی قلاتوال صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم کور موادانه په خپل زیار او هڅو کې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ نننې پښتنې ته براشو سیاسي شخصیتونه د هیواد لپاره څه کولای شي د پخوانی او اوسنۍ سیاسي شخصیتونو ترمنځ څه توپیرونه ګوري قدرمنو دوستانو زیات شمیر دوستانو موږ سره د تل پشان د زړه خواله کړې و او نظریاتي موږ سره سرګن کړی احمد قیس د کابل نوی یو محدود شمیر دی چې پر اختیار د هیواد او خلکو د دفاع لپاره زیار باسي رحیم خان شهید د کابل نوی د پخوانی او اوسنۍ ترمنځ توپیر دا دی چې هر هغه چې د چارواکو او بهرنیو سره تړاو ولري نو ځان ساتلی شي نور احمد ترخیل د خوست نوای اوسنی سیاستوال انتقاد ښه کولی شي او بس د ځان شهرت ورته تر ټولو مهم دی قدرمنو لیدونکو دا ستاسو خپل نظریاتو چې موږ یې د کمکۍ ورځنۍ سروې په توګه له تاسو څخه پوښتو او بیا یې د نورو سره شریکوو د امریکا غږ آشنا تلویزیون فیسبوک پاڼې ته ورشئ وګورئ چې خلک د ورځنیو مهمو مسایلو په اړه مثلا د دغې مسلې په اړه نور څه نظریات لري پته یې ده www.facebook.com/voatvashna او قدر منو لیدونکو تاسو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د بشپړو خبرونو تحلیلي رپورټونو او ځانګړو مرکو لپاره زموږ دری فیسبوک پاڼې ته ورشئ دا پاڼه د خبرونو پرته نړیوال سیمه ییز او د افغانستان په اړه وروستي مهم معلومات په پوره جزئیاتو تاسو ته خاص خبروي پته ده www.facebook.com/voa/dari
په همدې ترڅ کې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د والیانو کار په بیلابیل ولایتونو کې تر غور لاندې نیولې دی، شپږ والیانو نن د کابینې د غړو سره ولیدل. دا والیان چې بیا یې په یوې خبرې ناستې کې هم ګډون وکړ، ویل چې دوی د حکومتدارۍ پرمختګ، بیا رغونې او امنیت په برخه کې خپلې ستونزې د وزیرانو د شورا له غړو سره شریکې کړې، او د وزیرانو شورا هم د دوی د ستونزو حل ته ژمن دي. د سړکونو ناوړه وضعیت، ښوونځي، د برېښنا او هوایي میدانونو نشټوالی د هغو ځینو ستونزو څخه دي چې دوی یې یادونه وکړه. همدارنګه پخوا د ولایت او مرکزي حکومت ترمنځ د اړیکې او همغږۍ نشټوالی هم هغه ستونزه وه چې دوی ترې سر ټکاوه. دوی ویل چې همدا ستونزې دي چې په ولایتونو کې د پرمختګ د لارې خنډ ګرځي. په عین زمان کې واقعیت بین هم یو، که چېرته وزارتونه وایي چې موږ قطعا ورته بودجې نه لرو، وزارت مالیه ورته پیسې ونه لري، نو خامخا موږ هم سترګې لرو وینو، او که چېرته امکانات موجود وي، بودجه هم لکه د سړک چشت شریف سړک، لکه د میدان هوایي د توسعې دپاره د هرات چې پیسې هم موجودې دي او کار نه شروع کېږي، نو په دې حصه کې به انشاءالله ډېر جدي وزارتونو سره پیگیری کوو، تعقیب کوو. دوی هم درنګه په ولایتونو کې د ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو د زیاتوالي هغه غوښتنې وې چې د غوالیانو تر ټولو زیات ورباندې ټینګار کاوه. او د ژمنې سره سم نړیوالو مسایلو ته راځو. د ترکیې ولسمشر د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ترکیې ځواکونو لخوا د روسیې د جټ الوتکې په سقوط باندې خپه دی، خو د خپګان له اظهار مخکې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ترکیې د وروستي اقدام ملاتړ وکړ او په سوریه کې د روسیې په کړنو نیوکه وکړه. هغه ویل چې دواړه ترکیه او روسیه باید له دې موضوع سره په مثبت نظر چلند وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې راتلونکې اونۍ د اقلیم د کنفرانس په څنډو کې له ښاغلي پوتین سره هم وګوري. له بلې خوا روسیې د خپلې جنګي جټ الوتکې د سقوط په وړاندې غبرګون کې په ترکیې باندې د بندیزونو لګولو ته چمتووالی نیسي، او د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې بمباریو ته هم زور ورکړی. روسیا د ترکیې په واردېدونکو مالونو د پلټونو زیاتوالی د هغو پراخو بندیزونو برخه بولي چې ترکیې ته په آزادې ویزې د روسیې اتباعو د ورتګ ځنډول هم پکې شامل دي. هر کال په میلیونونو روسان له ترکیې څخه لیدنه کوي. تاوان به یې ښه زیات وي، یو شمېر اقتصادي او سیاسي پروژې به وځنډول سي او ښایي لغوه هم سي. د روسیې وسلوالو ځواکونو د الوتکې د سقوط په ځواب کې د ترکیې پولې ته نږدې په سوریه غنه بمباري زیاته کړي او پرمختللي توغندي په سوریه کې ځای پر ځای کړي. د روسیې او ترکیې ترمنځ ترینګلتیا د اسلامي دولت ډلې پر خلاف د یوې لویې ټلولې جوړول نور هم پیچلي کړي. که څه هم په یو لړ هماهنګیو توافق شوی او ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف سره د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف همکاري ته چمتو ده، خو ډېر شمېر سیاسي کتونکي ورته د شک په سترګه ګوري. په عملي توګه به دوه ټلوالي له یو دښمن سره جنګېږي، خو د دغو دوو ټلوالو تر منځ لږ تر لږه د دغه ډول خطرناکو تصادماتو د مخنیوي دپاره ډېرې نږدې همغږۍ ته ضرورت دی، او په دې خاطر هم چې په ناسمو هدفونو بمباري ونیسي. د روسیې د دې دعوا باوجود چې ګواکې په ترهګرو بمونه وروي، ډېر بمونه یې په اسلامي دولت ډلې نه بلکې د بشار الاسد د رژیم په نورو مخالفینو ورولي. خو سیاسي کارپوهان وایي په سوریه کې د روسیې د دخالت مهم هدف په نړیواله سطحه مطرح کېدل دي. And this world order او دغه نړیوال نظم به د یوکرين د شخړې له حل سره مرسته وکړي، پر روسیې باندې د بنیزونو لری کولو سره مرسته وکړي. په لنډو ټکو په سوریه کې د روسیې د مداخله مهم هلات همدغه نړیوال نظم دی. البته چې په قدرت کې د اسد پاتې کېدل مهم دي، خو نړیوال ائتلاف شایي مهم وګڼل شي. د سوریې حکومت سره د روسیې اتحاد په روسیې سره مرسته وکړي چې یو ځل بیا په نړیواله سطحه مطرح شي. خو د اسلامي دولت ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د روسیې د ورګړېدو په وړاندې مهم خنډ دی. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د امریکا د کالورادو په ایالت کې خلک د هغې پیښې په تړاو ویر کوي چې پکې د یوه پولیس او دوو ملکي وګړو په ګډون درې تنه وژل شوي. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یوه وسلوال سړي د کورني پلان په ځانګړي کلینیک باندې ډزې وکړې. پولیس وایي چې
د کالورادو په سپرینګ نومي ښار کې دا 15 ساعته مقاومت وروسته له هغې پای ته ورسېد چې 55 کلن بریدکوونکی ځان پولیسو ته ور وسپاره. بریدکوونکی رابرټ لویس ډیر نومېږي چې چارواکي وایي له ځانه سره یې یوه کڅوړه درلوده او د لا زیاتو نورو ګواښونو په تړاو یې هم د چارواکو اندېښنې زیاتې کړي. په دې پېښه کې 9 تنه نور ټپي شوي هم دي. بل پلو د متحده ایالاتو د شیکاګو ښار کې د پولیسو په برخه کې د اصلاحاتو غوښتنې اوج ته رسېدلې. دغه غوښتنو په دغه ښار کې یوه کال مخکې د یوه سپین پوستي پولیس په لاس د یوه تور پوستي تنکي ځوان تر وژل کېدو وروسته لا شدت موندلی. په دې قضیه کې ښکېل پولیس څو ورځې مخکې د قتل په تور محکوم شو، خو دغه پریکړې هم د مظاهرو مخه ونه نیوله. پرون د جمعې په ورځ مظاهره کوونکو د ښار په سوداګریزې څلور لارې کې لوی لارې او دوکانونه د زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله بند کړل. دغو مظاهرو هم هغه وخت لا زور واخیست چې د محکمې تر امر لاندې د دې 12 کلن د وژل کېدو د پیښې ویډیو خپره شوه. په دې برسیره په لسهاو زرو عراقي شیعه مسلمانانو نن د اربعین د کلنیو مذهبي مراسمو د نمانځنو دپاره د کربلا ښار ته په پښو باندې خپل مزل پیل کړ. د عراق د ګوټ ګوټ څخه د شیعه مسلمانانو د دې سفر پر مهال کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي. په حله کې دوی په امنیتي ځواکونو، زغروالو موټرو او امبولانسونو بدرګه کېدل. دا څلوېښت ورځني مراسم د شیعه مسلمانانو لخوا هر کال په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په ترڅ کې دوی د خونړیو بریدونو نښه هم ګرځي. په دې برسیره د یوګاندا په لویې کلیسا کې د کاتولیکو مسیحیانو د لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس تود هرکلی وشو. د هغه د لیدلو دپاره زرهاو کسان راټول شوي وو تر څو د هغه په مشرۍ د دعا په مراسمو کې هم برخه واخلي. دا دغه هیواد ته د پاپ فرانسیس لومړنی سفر ګڼل کېږي. د دعا مذهبي مراسم د نموګونګو په نوم په یوې مرکزي کلیسا کې ترسره شول. دا کلیسا هر کال د هغو وژل شویو کسانو یاد ته د درناوي مراسم هم پر ځای کوي چې وایي په 13مه پیړۍ کې به د هغه وخت د پادشاه په امر په دې تور سوځول کېدل چې د خپل دین د پریښودو څخه به یې ډډه کوله. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. به ټولو چارو که د امریکا غږ د ارزښتونو غوره والی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو ته بی ساره لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو دپاره په کابل کې د عکسونو نندارتون هم جوړ شو. په دغه نندارتون کې د ایران د هیواد د یوې عکاسې 10 قطعې عکسونه نندارې ته وړاندې شول چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پکې انځور کړی. د دغو عکسونو انځورګره شقایق مرادیان نژاد آشنا تلویزیون ته وویل چې ډېر دغه عکسونه یې د هرات ولایت په ښځینه زندان کې اخیستي او غواړي چې د دغو عکسونو په مټ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان حالت پای عمومي. دغه دوه ورځنی نندارتون د آرمان شهر د بشري او کلتوري بنسټ په همکارۍ جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د دغه نندارتون لیدونکي وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي مسله ده او باید په عامو ځایونو کې دغه راز نندارتونونه جوړ کړی شي تر څو خلک په پراخه کچه ترې ګټه واخلي. په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په هکله د عکسونو نندارتون په داسې وخت کې جوړیږي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت او همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د څه باندې 9% زیاتېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. دلته زیات شمیر محصلین هلکان دي. دوی د عکسونه ګوري او خپل نظرونه هم راکوي. غواړم د دوی د پوهې کچه لوړه شي. د هغه څه په وړاندې چې ښځې له ستونزو سره مخ دي او روحي تکلیفونه ویني، غواړم دا کړنې بدلون پیدا کړي. چارواکي وایي چې تمه ده چې له دغو عکسونو سره وکړی چې په ټولنه کې د ټولنې ذهن بدل کی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی چې سږ کال پکې زیاتوالی هم لیدل کېږي له منځه لاړ شي. بل پلو د هند په شمالي ایالت اترپردیش کې د یو کلي د مسلمانانو شورا یو امر صادر کړی چې په هغه کې د مجردو نجونو لخوا د ګرځنده تلیفون په ګرځولو او همدارنګه د کاوبای پتلون په اغوستو
بندیز لګول شوی. دغه امر په زیاترو کلیو لکه مظفرنگر او سهرانپور کې هم عملی شوی دی. پاموکی په دې اړوند رپورت وروسته له هغه چې د اترپرادیش ایالت اسلامي شورا رئیس محمد عرفان امر وکړ چې نجونې دې له ګرځند ټلیفون څخه ګټه نه اخلي، پتلون او لن جاکټ دې نه اغوندي. هغه وایي دا کار ځکه کړی دی چې مجرد نجونې هغه لباسونه چې زمونږ په ټولنو کې اغوندي هغه نیم لوڅ وي، چې دا کار د اسلامي قوانینو مطابق کار نه دی. هغه وایي جیسا کہ ہمارے گھروں کی انمیری لڑکی موک پکلیو کے ژوند کو خای دے ڈول جامو اغستلو تا پ خرون کے اجازه وی خو پکلیو کی ورتا اجازه نشته. زموک دے کلی شورا او زموک تنظیم دغه ډول جامع اغستل منع کړی دی. د دې کلی شورا چې لا بډای خلکو څخه جوړه شوې ده او دا خلک په لوړه سطح ژوند کوي او د زیات عمر لرونکو خلک د هند شمالي سیمو په چیر سپینه جامع غوندي. د دوی خبره د خپل ټولنې پر خلکو باندې زیات تاثیر لري. د دې کلی یو وسیدونکی چې محمد اکبر نومیږي وایي هماره کچھ لڑکی زه فکر کوم چې د مجرد انجونو لپاره دا کار نه ری چې ور سره ګرځند ټلیفون وګرځوي. خدای مکړه ک دوی له کوم نارینه سره خبري وکړي نو دا کار په ټولنه کې جرم او فساد زیاتوي. همدارنګه د کلی والی شورا په جهز او پر ماشومانو باندې پیجباري زدکړو باندې هم بندیز لګولې دی. خدا شورا اوس د هغو کارونو په خاطر تر انتقاد لاندې راغلی ده او د ښځو د حقوقو مدافع ډلې هغوی د طالبانو له ډلې سره ورته بولي کوم چې د افغانستان او پاکستان د سختریزو ډلو په شان عمل کوي. د دې ځای خلک په دې عقیده هم دی وایي چې د نجونو لپاره د واده سن د 1400 کلونو ترمنځ ټاکل شوی دی او دا سن بیا د هلکانو لپاره 21 کاله تعین شوی دی، چې په دې ډول سره هغوی غواړي چې د جنسي تیری اندازه راکته کړي کوم چې په دې وروستیو وختونو کې زیات شوی دی. ورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼه، په ویب سټ کې د voanews.com/pakhto پر پاڼه، په ټوئیټر او د voa افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د متحده ایالاتو په څو ښارونو کې د قتلونو کچه زیاته شوې، د وژنو زیات قربانیان ماشومان دي. په دې لړ کې د امریکا غږ خبریال کریس سیمنکنز د نیوجرسي ایالت د ستر ښار نه د هغو پروګرامونو په اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې هدف یې د جرم له نړۍ نه د تنکیو ځوانانو لرې ساتل دي. پام کوئ دغه رپورټ ته. د نیوجرسي ایالت د نیویورک په ښار کې په وژنو، غلاګانو، د نشئی موادو په کاروبار او د باندونو په فعالیت کې زیاتواله راغلی. په دغه ټولنه کې خلک په ځانګړي ډول د افریقایي امریکایانو ترمنځ د وژنو د زیاتیدونکې کچې په اړه اندېښمن دي. دا ما زوروي چې دومره زیات تاوتریخوالی وینم. په تیره بیا چې یو تور خپل بل تور پوستی ورور وژني. ټولنیز فعال رژیمینر هغه پروګرامونه چلوي چې په تنکیو تور پوستو ماشومانو کې مثبتې ټولنیزې روحیې ته وده ورکوي. ډېر تمرکز په دې کوي چې ځوانان دې ته وهڅوي چې پاندون ته ولاړ شي. زه هغه څه کوم چې هغوی فقط ژوند ته په دقت سره وګوري او په دې پوه شي چې هغوی دې ته اړتیا لري چې درس وایي او خدمت وکړي، او دا ورته ښایم چې د هغوی په ژوند کې یو لوی بدلون رامنځته کېدلی شي. دینیس راډریګز داسې تنکي ځوانان پیژني چې جرمونه یې ترسره کړي دي خو غواړي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د هغوی زیاتره پوهیږي چې هغوی استعدادونه او وړتیاوې لري، خو هغوی فکر کوي چې هغه استعدادونه او وړتیاوې داسې نه دي چې باید وای. د هغوی زیاتره فکر کوي چې هغوی باید د خپلو استعدادونو نه په ورانوونکو کارونو کې استفاده وکړي. د نیویورک ښاروال راز براکا د بیلابیلو لارو هڅه کوي چې د ځوانانو د جرمونو مخنیوی وکړي. هغه د لارو د ګزمو لپاره زیات پولیس په کار اچولي دي او پایلې هم مثبت او هم منفي دي. په دې معنا دا نه ده چې ځان تیار کړئ او یا خپل فکر واړوي او دا ووایي چې زه ښه کار کول غواړم. دا کار ستاسو په شاوخوا کې هغو سمو خلکو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له تاسو سره مرسته وکړي، چې سمه لاره وټاکئ او د دې همت او قوت ولري چې پر هغه لاره ټینګ پاتې شئ. د ښاروال مثال 19 کلن ډارنل سمیت دی چې په خپل ژوند کې بدلون راوستلی دی. زه غواړم چې د هغه سړي یعنی ښاروال په څیر وپیژندل شم. هغه هم یو بل ګام واخیست، ورپسې د شورا غړی شو او بیا ښاروال شو. کېدای شي چې زه یوه ورځ داسې شم. د ټولنې مشران له دې ښار نه غواړي چې له نورو هغو پروګرامونو سره مرسته وکړي چې له یوې خوا به د ځوانانو په تاوتریخوالي او جرمونو کې کموالی راولي،
او له بل خوا به ځوانان د یو برالي ژوند په لور په لار واچوي. قدر منو او ګران لیدونکو د آشنا تلویزیون د خبرونه پای ته ورسیده. د آشنا رادیو خبرونه اوس واوري، او یادونه کوم چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک او ټویټر د پانو لیدل هم مه هیروي. شپې ورځې په خیر. علامه مال.